بیانیه عفو بین الملل. هشدار کارشناسان سازمان ملل به رژیم ایران در مورد کشتار 67 نقطه عطفی در 3 دهه مبارزه برای دادخواهی است. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، علیرضا آوایی، وزیر دادگستری، مصطفی پور محمدی، وزیر پیشین دادگستری، حسین علی نیری، رئیس دادگاه انتظامی قضات و محمد حسین احمدی از اعضای مجلس خبرگان در اعدام‌های فراقضایی تابستان 67 دست داشتند. عفو بین الملل طی بیانیه‌ای به تاریخ 19 آذر 99 اعلام کرد گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در اقدامی بی سابقه به حکومت ایران هشدار دادند تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان 1367 می تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود و اگر این تخلفات ادامه یابد تقاضای تحقیقات بین المللی خواهند کرد. سازمان عفو بین الملل در آستانه روز جهانی حقوق بشر از این اقدام مهم در راستای دادخواهی استقبال کرده و می‌افزاید نامه کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد به مقام‌های ایرانی در مورد کشتار 67 تحولی بزرگ و نقطه عطفی در 3 دهه مبارزه برای پایان دادن به این جنایت و دستیابی به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی به شمار می آید. کارشناسان ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد هرچند دیر اما اکنون پیامی صریح به مقام‌های رژیم ایران و جامعه جهانی ارسال کردند مبنی بر اینکه ناپدید سازی‌های قهری و مجرمانه‌ای که از زمان اعدام‌های مخفیانه و فراقضایی تابستان سال 67 تا به امروز ادامه داشته است بیش از این نباید بدون رسیدگی و مجازات باقی بمانند. در فاصله اوایل مرداد تا اواسط شهریور سال 1367 هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی زندانی در سراسر ایران مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفته و سپس به نحو فراقضایی و مخفیانه اعدام شدند. مقام‌های رژیم ایران در بیش از 30 سال گذشته چگونگی این اعدام‌ها و محل دفن کشته شدگان را به نحو سازمان یافته و برنامه ریزی شده پنهان ساخته و در نتیجه مرتکب جرم ناپدیدسازی قهری علیه قربانیان که شامل کشته شدگان و خانواده های آنان می شود شدند. کارشناسان سازمان ملل متحد در نامه 18 صفحه‌ای خود که در تاریخ 13 شهریور گذشته به صورت خصوصی به رژیم ایران ارسال شده میگویند به جد نگران شکایات مطرح شده در مورد تداوم خودداری مقام‌های رژیم ایران از افشای سرنوشت قربانیان و مکان دفن آنها هستند. در این نامه همچنین آمده است خودداری مقام‌های رژیم ایران از ارائه گواهی‌های مرگ دقیق و جامع به خانواده‌ها، تخریب گورهای دست جمعی، تهدیدها و آزار و اذیت‌های مداوم خانواده‌ها، عدم اجرای تحقیقات و محاکمه‌های کیفری در مورد کشتارهای صورت گرفته و اظهارات رسمی در انکار یا بی اهمیت جلوه دادن این پرونده‌ها و برابر انگاشتن انتقاد از کشتارهای مذکور با حمایت از تروریسم آنها را بیشتر نگران و مضطرب می‌کند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل ضمن تقاضای تحقیقات دقیق، بی‌طرفانه و مستقل درباره پرونده‌های تمامی قربانیان، شناسایی و بازگرداندن بقایای جانباختگان به خانواده‌ها، شناسایی و محاکمه مرتکبین جنایات صورت گرفته و اتخاذ اقدامات جبرانی مؤثر در حق قربانیان را خواستار شدند. کارشناسان سازمان ملل علاوه بر این اظهار داشتند که در صورتی که رژیم ایران به خودداری از اجرای تعهدات خود تحت قوانین بین المللی حقوق بشر ادامه دهد، آنها از جامعه بین المللی خواهند خواست که در جهت اجرای تحقیقات و پیگرد موارد مذکور دست به اقدام بزنند. از جمله از طریق تأسیس یک روند تحقیقات بین المللی.
دیانا التهابی میگوید گستردگی و غنای تحلیل کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل گامی اساسی در مسیر فشار مستمر ما بر شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ترغیب آن به اتخاذ اقداماتی است که به مسئولیت مرتکبین جنایات علیه بشریت از مجازات، هم جنایاتی که در گذشته صورت گرفته و هم جنایاتی که ادامه دار هستند پایان دهد. عفو بین الملل شواهدی مبنی بر دست داشتن شماری از صاحبان کنونی مناصب بالای قدرت رژیم ایران در ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراغذایی تابستان 1367 جمع‌آوری کرده است. از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضاییه، علیرضا آوایی، وزیر دادگستری فعلی، مصطفی پور محمدی، وزیر پیشین دادگستری و مشاور فعلی رئیس قوه قضاییه، حسین علی نیری، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و محمد حسین احمدی از اعضای مجلس خبرگان. نگاهی به سوابق و اسناد. گزارش عفو بین الملل، اوج گرفتن جنبش دادخواهی به مناسبت 30 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67. جنبش دادخواهی با انتشار گزارش 200 صفحه‌ای عفو بین الملل به مناسبت 30 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی اوج تازه‌ای گرفت. گزارش عفو تحت عنوان اسرار آغشته به خون، چرا قتل عام زندانیان 1367 در ایران یک جنایت ادامه دار علیه بشریت است، تصریح می‌کند رژیم آخوندی در قتل عام زندانیان سیاسی و در تلاش برای انکار و تحریف حقیقت در این رابطه مرتکب جنایت علیه بشریت شده و ایجاد یک سازوکار بین المللی از سوی سازمان ملل برای مجازات مسئولان این جنایت اهمیت حیاتی دارد. در بیانیه مطبوعاتی عفو بین الملل خاطر نشان شده است اعدام‌های سال 67 بر اساس فتوای خمینی و توسط هیئت‌های مرگ که کمترین شباهتی به دادگاه نداشتند و در جلساتی بغایت کوتاه و خودسرانه صورت گرفت. در اوایل مرداد 1367، مقامات رژیم ایران بدون ارائه هیچ توضیحی فعالیت‌های معمول در زندان‌های سراسر کشور را به حال تعلیق درآورده و ملاقات خانواده‌ها با زندانیان را قطع کردند. در سراسر ایران مقامات زندانیان را از بندهای خود خارج کرده و با چشم بند نزد کمیته‌هایی متشکل از حاکمان شهر، مقامات دادستانی، ماموران اطلاعات و مسئولان امور زندان‌ها بردند. بیانیه می‌افزاید این هیئت‌های مرگ کمترین شباهتی به دادگاه نداشتند و روال کارشان به غایت کوتاه، سلیقه‌ای و خودسرانه بود. زندانیان در هیچ مرحله‌ای امکان استیناف و درخواست اعاده دادرسی نداشتند. در این جلسات از زندانیان پرسیده می‌شد که آیا حاضر به ابراز ندامت از عقاید سیاسی خود، محکوم کردن علنی گروه سیاسی که به آن تعلق داشتند و ابراز وفاداری به جمهوری اسلامی هستند یا خیر؟
همچنین سوالات سنگدلانه‌ای از این قبیل که آیا حاضر هستند با راه رفتن در میدانهای مین به نیروهای نظامی کشور کمک کنند یا در جوخه های اعدام شرکت کنند؟ اکثریت قریب اتفاق اعدام شدگان به دلیل عقاید سیاسی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مانند پخش نشریه و شرکت در تظاهرات به زندان افتاده بودند. اکثر قربانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران بودند، اما صدها زندانی وابسته به سازمان‌های چپگرا و گروه‌های مخالف کرد هم در میان اعدام شدگان بودند. انتشار اسناد تکان دهنده عفو بین الملل در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران. اسرار به خون آغشته، کشتار 67، جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد. از جمله سوالاتی که هیئت‌های مرگ برای تعیین سرنوشت زندانیان می‌پرسیدند اینها بود: آیا حاضرید مجاهدین و رهبر آن را محکوم کنید؟ آیا حاضرید در مورد عقاید و فعالیت‌های سیاسی خود ابراز ندامت کنید؟ آیا به جمهوری اسلامی اعلام وفاداری می‌کنید؟ آیا آماده اید برای کمک به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی پا به میدان مین بگذارید؟ آیا آماده اید برای جنگیدن با مجاهدین به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ملحق شوید؟ آیا حاضرید در مورد رفقای سابقتان جاسوسی کنید و با مأموران اطلاعاتی همکاری کنید؟ آیا حاضرید عضو جوخه های اعدام شوید؟ آیا حاضرید یک مجاهد را دار بزنید؟ ابراهیم رئیسی، قهرمان ملی مبارزه با مجاهدین امام خمینی است. از افتخارات نظام برخورد با جریان مجاهدین است. پور محمدی، عضو هیئت مرگ: ما افتخار می‌کنیم که دستور خدا را در رابطه با مجاهدین اجرا کردیم. من در این زمینه آرام هستم. در طول تمام این سال‌ها یک شب هم بی خوابی نکشیدم.